محل باشگاه رو ترک کرد. میشه بگین جلسه به کجا رسید؟ عرض سلام، خسته نباشه. ما هفته پیش یه صحبتی با مدیریت محترم باشگاه داشتیم، مشکلات رو مطرح کردیم، چند مورد مشکلی که در طول فصل پیش اومده بود. بالاخره طبق صحبتایی که پیش اومد نتیجه بر این شد که یه 10 روزی مصوب بکنه تا دوشنبه دیروز. پری روزم اومدیم اینجا خدمت آقای مجیدی مربی محترم، صحبتایی هم با ایشون داشتیم. ایشون هم به ما گفتن که تا فرداش جواب بده، یعنی دیروز ظهر. دیروز ظهر به ما گفتن مدیریت فرمودن که برید مشکلتون رو حل بکنید. با چه کسی؟ کارو براتون نمیتونیم انجام بدیم. امروز ما باز به احترام باشگاه با قراردادی که داشتیم امروز اومدیم بالا، تقریبا ساعت 12 تا الان منتظر آقای مددی شدیم که ایشون تشریف بیارن. این چند روز رو ما خیلی بهمون سخت گذشت، واقعا دارم میگم، من همین الان که از بالا اومدم با سردرد دارم. شما عصبی هستی معلوم است. آقای مددی خیلی رک و راست به ما گفتن برید فصل بکنید. به سلامت. خود رشید چی؟ ما اومدیم اینجا مشکل رو حل بکنیم. به آقای مددی هم گفتیم آقای مددی ما تمایل اون بموندن ادامه قرار داده، اما ایشون گفتن برید فصل بکنید. آقای مجیدی صحبتی نکردین شما؟ دیروز رو صحبت کردیم، ایشون هم گفتن با آقای مددی صحبت. یعنی ایشون جواب نهاییشون هم این شد؟ یعنی هم نظرم با آقای مددی فکر میکنین شما؟ من فکر میکنم مدیریت و هیئت مدیره محترم درست، حالا با تصمیماتی که میگیرن، رویه مدیریتی که دارن، علاقه به ادامه همکاری و قرارداد ندارن. ضمن اینکه تو جلسه با اینکه ما با احترام و دوستانه اومدیم صحبت کردیم، آقای مددی ما رو تهدید کردن که من تا 3 ماه دیگه فلان میکنم، بسار میکنم، چیکار میکنم مثلا. حالا ایشون حرفاشون رو زدن دیگه، ما هم شنیدیم. خیلی جالب نیست که از زبون ما شنیده بشه. الان دیگه رسما ایشون به ما گفتن که برید فصل کنید. برید فصل بکنید. آقای صادقی، یه بحث از شما افزایش مبلغ داده بودیم واسه سال جدید. توی قراردادی که با دوره آقای سعادتمند داشتیم، زمانی که آقای مددی تشریف آوردن، تو چند جلسه مذاکره که با باشگاه استقلال داشتیم، به خاطر مسائل مالی باشگاه و مشکلاتی که داشت، بخشی از قرارداد ما کم کردیم. درست. احترام گذاشتیم به نظر آقای مددی. بخشی از قرارداد کم شد، آپشن ها بخشش حذف شد. علارغم اینکه شایعات و تهمت های زیادی به ما زدن، در طول فصل متاسفانه به خاطر مشکلات مالی که پیش اومد از طرف باشگاه، باز ما کوتاه اومدیم، پیگیری خاصی انجام ندادیم، شکایتی انجام ندادیم، در حالی که میتونستیم همون نیم فصل هم فصل بکنیم، حضور داشتیم توی تمرینات. الان با تمام این شرایط شما میخواین فصل کنید؟ الان میرین فصل کنید؟ الان میرین آخر فصل صحبت کردیم، صبر کردیم، تحمل کردیم. توقع من بودم این بود که بالاخره همون جوری که ما صبر داریم میکنیم، باشگاه هم بالاخره به صبر ما احترام بذاره. اما این که به ما بگن برید هر کاری دلتون مخواد بکنید و خوش اومدید و برید فصل بکنید دیگه. آقای صادقی، یه بحثی هست این که حالا سید حسین حسینی پستی گذاشت که جدا میخواد بشه. بعد نه، یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه دیگه. نه، بعد دوباره برگشتن با باشگاه تمدید کردن، یه دروازه‌بان دیگه جذب شد. این اتفاقات چقدر نقش داشت تو اینکه حالا به این نتیجه و تصمیم برسیم که بریم فصل کنیم؟ برای ما تأثیری نداشت، ما قرارداد داشتیم، تو قراردادمون پیش می‌رفتیم، علارغم اینکه حق فصل قانونی هم داریم و نوتیس هم داده بودیم. و اگر لازم باشه و اگر شرایط جوری پیش بره که برخی افرادی که حالا سمتی دارن و تاثیرگذار هستن به صحبت‌هاشون و مصاحبه‌هاشون بخوان ادامه بدن، نوتیسایی که ما برای باشگاه استقلال فرستادیم و اون بخشی از قرارداد که ما تا الان کوتاه اومدیم، به احترام هوادارا، به احترام خود باشگاه استقلال. درست. ما اگر اینجا هستیم داریم با هم صحبت می‌کنیم، من خودم به شخصه میگم برای باشگاه استقلال ارزش قائلم و دوستش دارم قلبا. اگر تا الان تحمل کردیم بابت این بوده. منم یه هوادار استقلالم. منی که الان دارم از توی جلسه بالا میام پایین با سردرد و ناراحتی میام، توقع این بی احترامی رو نداشتم. الان دیگه عملاً ما این صحبت عملاً آقای مددی گفتن خوش اومدید برید فصلتون رو انجام بدید. خیلی ممنون. مرسی.